مادر جون شما کم حرف نیست، شما سوال نکردن. پسر بزرگتون هستن؟ بله. خب یه ذره بیشتر دوستشون داری یا نه؟ فرقی نداره. من نه یه جور دوست دارم، ولی ایشون یه محبت خاصی داره. اون دوتا یه کمک خاصی بر من دارن، محبت رو دارن و بروز نمیدن. ایشون زیاد بروز میده. یعنی این که میگن پنج انگشت مثل همه بچه هم همینطورن، همینطور هست براتون؟ واقعا برام ستاشون خیلی عزیزم و اون دوتا در نبود ایشون، یعنی جور ایشون هم میکشیدن و کمک حال من بودن. ولی ایشون از نظر زبونی خیلی دیگه. چند تا خواهر برادر این آقای ابراهیمی؟ ما سه تا پسر هستیم، سه تا برادر هستیم فقط. فقط سه تا برادر؟ بله فقط سه تا برادر هستیم و دو تا برادرای من دو قلو هستن، شهاب و شهنام. اونا دیگه خیلی با هم رفیقن. ده. اونا چون برادر دو قلو هستن خیلی با هم رفیق هستن. یکیشون خیلی هوای اون یکی داره. خب یه جوری ایشون برادر بزرگن، احترام ایشونو داره. یکیشون هم الان همراه ما هست. دو قلو الان یکیشون همراه ما، ولی اون یکی خیلی هوای هممونو داره، نمیدونم چرا. کوچیک‌تره؟ کوچیک‌تره بله. 8 دقیقه. نه دیگه. نه بزرگتره، شهاب بزرگتر از شهنامه. جدی خب من اشتباه می‌کردم. دیگه آره دیگه مادر درست میگن دیگه. پسر خانواده رو میشناسید، خواهر و مادر محترمشون هم در کنار ما هستن. آقای ابراهیمی، سرکار خانم خیلی خوش اومدید، مادر محترم و شهر خانم خواهرشون. خوش اومدید، قاعدتا مادر شروع کنم. خیلی ممنون، خواهش میکنم. با عرض سلام خدمت شما و بیننده‌های محترمتون. خیلی خوشحال شدم که اینجا دعوت شدم. باعث افتخار ما. خانم شریفتون هم یادم رفت. من آشوری هستم. خانم آشوری. بله. خوب هستی انشالله. خیلی ممنون. خیلی ممنون. مشتاق دیدارتون. آقا شهرز خوبی؟ خیلی ممنون. مرسی عبدالله جان. خوشحالم که میبینم. باعث افتخار. من سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و خوشحالم که در برنامه شیدایی هستم. و... خیلی ممنون. آش هر روز که به چندین هنر آراستن، ما بازیاشون رو از کودکی به یاد داشتیم که البته خودشون خیلی جوون بودن مثل همین الان و بعدش هم که دیگه از مجرای خیلی خوب و شناخته شده، ما دیگه امروز دست پس میدیم خدمت شما. خواهر خیلی خوش اومدیم. عرض ادب خدمت شما. سلام خدمت شما و بیننده‌های محترمتون. منم خوشحالم که دعوتم کردید. یه چیزی بگم که 100 هزار بار شنیدین؟ بفهمید. چقدر شبیهین. چند تا بچه دارین خانم آشوری؟ من سه تا پسر هستن که با یه دختر، بعد اونا دو قلو هستن. یعنی دو تا پسر دو قلو داری؟ بله. این یه دونه و بله. یه دختر کلا. بله. شما یکی دونه هستی؟ بله. بعد بچه چندومتونن؟ اول دخترمه. یه دختر و اول. بله. بعد ایشون دوم، دو قلو هم که سوم. ایشون باید خیلی عزیز باشن پس. عزیز هستن. بچه‌ش هم همینجور. بچه‌ش دیگه عزیز. نوه دوست. دامادم عزیزتر دیگه. بله دامادا که کلا دامادا معمولا باعث نق زدن پسرا میشن از بس عزیز میشن بعضی وقتا. نه یه نکته ای که خیلی جالبه حالا در مورد آقای موسوی همسر ایشون و حالا پویا پسرشون، اینو صادقانه میگم، من اصلا اهل تعارف و اینها نیستم. شاید مثلا حالا زمانی که ایشون مجرد بودن، حالا میگن تینیجر بودیم، یه کنتاکایی داشتیم، ولی با وجود ایشون رابطه ما عمیق‌تر شد. خواهر برادریتون؟ خواهر برادریم. اینو صادقانه میگم. یعنی با وجود اینکه شوهر کرد رفت، ولی نزدیکتر شد، رابطه صمیمی‌تر شد. چه جذاب. شما چقدر با هم اختلاف سنی دارین؟ دو سال. دو سال. شما پشت سر همید شما. ایشون متولد 54 ام، من متولد 56. به هیچ کدوم نمیخوره. بعد یه نکته‌ای هم وجود داره. من و ایشون با فاصله دو سال در یک روز به دنیا اومدیم. بله اینم اقتصاد خانواده دیگه، یه تولد ایشون 12 شهر 5 اردیبهشت با فاصله هر دو تو یه روز. بله چقدر جذاب. و به نظر شما ما شهرروز ابراهیمی و از خواهرش الان میخوام بپرسم تصویری که ما ازش داریم با اونی که شما دارید ممکنه فرق کنه، ممکنه هم زیاد فرق نکنه. شما چی میبینید وقتی بهش نگاه میکنید؟ بالاخره چون برادرمه خیلی دوستش دارم، هر موقع برنامه هاشو میبینم خودم هم استرس دارم همیشه. چرا؟ خب اجرا داشتن، اجرای زنده داشتن، همیشه اون استرس رو داشتم براشون. و یه خاطره من بگم، خیلی سال پیش، من خیلی زود این حرفه رو شروع کردم، خیلی سال پیش که من اولین فیلم سینماییم رو بازی کرده بودم، خب این در واقع پوستر همه جا پخش شده بود و سینما داشتش که این فیلم رو نشون میداد. و توی محلی که زندگی میکردیم اینو من بعداً برام تعریف کردن. بالاخره همه مردم به ما لطف دارن، ولی شیطنت هایی هم اتفاق میافته دیگه. داشتن رد میشدن خانواده من
یا آقا پسری با دوستش یه تیکه انداخته بوده من بدونی که اصلا بدونه در واقع خواهر و مادر من هستن. آها از این بوده بزنه پسره رو. آره واقعا همینه دیگه. از اون خواهره که پشت داداشش در میاد درسته؟ من ساکتش کردم واقعا خیلی جدی. خانم به هر حالش این جلو دوربینن مردم نظر میتونن بدن دیگه. نه اون مال گذشته بود الان دیگه میتونن الان دیگه مردم راحت بشن. نه من خودم که انتقاد پذیرم و منتقد سرسخت کارهای منم، مادرم هستن، خانواده ای من، جایی تک تکشون خالی، برادرای من شهاب و شهنا، آقا سعید، پویا دیگه ما رفتیم کنار دیگه وقتی